مرد نیستم اگه گوشتتون رو نخورم استخوناتون هم نریزم سگای همین بیابون بخورم. جنازه! بیا این جنازه رو بگیر بندازیم صندوق عقب. بیا گو 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 گو. خواهش میکنم مشکوک رفتار نکن. پشتلون بینه یا نقل یه جنازه است یه اصله. بدبخت تو اون ماشین 300 کیلو شیشه جاساز شده. اونو میخوای چیکار کنی؟ لعنتت کنه. قبل پلیس را دو تا پیرزن هم بچه های خودمونه. اونا رو سوار میکنید میرید بعد پلیس را. ماشین رو تحویلش میدید خودتون هم گروتون رو گم میکنید میرید. پیرزن؟ بابا بعد پلیس رو چه میگی؟ قبل پلیس را. قبل پلیس را سوار میکنم میرم بعد پلیس را. من با کریم و شکیب همان کردم گفتم بعد پلیس را. من اینا رو سوارشون میکنم. شما دوتا میرین عقب. هر موقع اگه دیدم اینا کلک چیزی دارن داد میزنم من دلخواه. عزیز من چرا شما خودتو طعمه کنی؟ من نمیفهمم. اگه دیدم اینا کلکی دارن گازنباری از اون گوش حمله میکنین. به کی؟ پیرزنا. مادر جون ما نمی‌رسیم تا اینجایی. بفرمایید. دختر جون، خواهر من مریضه. چشه؟ قش میکنه. قش من بخوام بریش فدامز وحده رمان. گفتم خوبش میکنه. عجب جنسی هن. اصلا بهشون نمیاد این کار باشم. با اینا میتونی از 60 پلیس را رد بشی. آخی. کریم چرا نمیاد بابا؟ پختیم تو این گرما. چه میدونم کریم گرما بدیم رو کنم خودشه. پلاک شو ببین. پلاک شو. آره آره اینجا که معلوم نیوایستا. دخترم میشه این دو نفرم سواب کنی؟ سواب داری اینا رو؟ آره میدونم. چشما در جهنا هر چی شما بگی چشمه. چون جاده پر پرگت که پر پیرزنه. آره آره خودشه. اجازه بده اجازه بده اول نیابش میدم. مستقیم؟ سلام دختر. سلام مادر جان. مستقیم تشریف میبنیم؟ بله تشریف میبنیم. خدا عمرتون بده. خورم بچون خورم. سلام. 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 خیلی ممنون. اینا کیه؟ من از کجا دیدم؟ دخترم الهی خدا عمرت بده. خیلی از جوانیت ببینیم. خیلی ممنون. مهمتونم شدیم. نمیگیم با دو ساعت اینجا وایسادیم دیر اومدی. بله چی داری میگه خواهر؟ ببخشید دخترم، خواهر من از وقتی آلزایمر گرفته همه چی و اشتباه و غلط خلوت میگه. هیچ نگو دیگه. ببخشید دخترم. صد احمد به تو. باید اینا رو ببرم حالا میزم. آمیز احمد ها. مطمئنی ماشین درست سوار شدی؟ چه میدونم همیشه مارو بلایی بود دیگه. بابا خلیل جلیل چی الان شهید من اینن که اینا بایزه بایزه الان درستش بکنم. باشه. شما جلیلی؟ بله. یعنی جلا دهنده این جلا بخشی این اصلا دورانی. خلیل نیستی؟ چی میگی؟ نه نه من چیزی نمیگم. خلیل اصلا من گفتم شبیه خلال هلال. اصلا شما مثل هلال ماه میمونی. مادر ببخشید من میتونم یه سوال بپرسم؟ بله. رمز موفقیت این پوست خوبتون چی میشه به من بگی؟ شوهر خوب. خواهم جانم بریم ببیچ بریم اینا نیستم. دخترم خیلی ممنون. نگه تا ما پیاده شیم. ما دیگه رفت به زحمت بود. کجا اگه زحمتی نیست؟ باید خب چی بودن بابا اینا؟ باید ببینم. صفتره. چی میگه؟ الو صفتر سلام. سلام صفتر. بابا تو مطمئنی شماره پلاکی که به ما دادی همونه؟ که یه مش خاله خانباجی توش بودن. خبری خلیل و جلیل نبود آخه. صفتر خلیل جلیل چیه بابا؟ شهیم این تو ماشین بودن. نگو که سوار نشدیم. بابا سوار شدیم عزیز من. اون چیزایی که شما گفتی نبود تو ماشین ما دوباره پیاده شدیم. خاک بر اون سرتون کنن. زود بریم دنبالشون. ماشین رو دزدیدن. دزدیدن؟ ماشین ما رو دزدیدن صفتر. اینا دوز بودن. خب بچه رو زودتر نگفتی. من هم همین الان فهمیدم. حالا به جو میتاب گمشون نکردی. هر خبری شو به من اطلاع بدید. برای خلیل جلیل هم ماشین فرستادم میان دنبالش. باشه باشه باشه. خداحافظ خداحافظ خداحافظ. چیکار کنیم حالا؟ چه میدونم گرفتار شدیم. یه ماشین پیدا کن. یه ماشین بگیر. یه ماشین پیدا کن. چه جوری پیدا کنم؟ کی هستن الان تو این بیابون ما رو سوار میکنیم با این سر و وضع؟ مستقیم
ایشکی نی آقا. کریم موتور. کریم موتوره. کریم شانسمون کردی. بجو. کریم بیا. کلی داره؟ آره آره روشه. بجو. بزن دیگه. خانم موتور هر کجا میگنید؟ بایست دوست دوست. مادر جون جانه سر پیش پر سمت راست چشم ممنون بابا اینا کجا رفتن عزیز من ای بابا چه گیری کردیم کریم بله ناراحتم یارو صاحب موتوره بد افتاد منم باش بای بای کردم بابا عذاب وجدانی من آره ناراحتی میبینم آره چپو ببین اینقدر قور نزن دقت کن یه موقع اینا رو گم نکن دقت کن که گاز بده اصلا کاش خودم نشسته بودم اگه تو موتور سواری بلدی من نه خب چرا میگی برو آقا برو ببینم 40 بار گفتم تو سرا نزن ها اونا هاشم ای بلو کریم ای بلو چشا خودشه برو برو معطل نکن بابا چقدر شلی تو بره دیگه دستان به جای بند نیست بابا دیگه داری میخوری هرون بده باز بده بابا یه جلی بده شلی تو سواری بلدی قول میزنی کریم برو دیگه چیکار کنم بابا دیگه این لعنتی اینجوری دیگه ای بابا بلشا بیا وایستا بابا سبکو وایستا اونجا رو اه بودو بابا دیگه تا چند کیلوی بودو بابا به سلامتی مادمازلا کجا تشریف میبرن مادمازلا میان تو قلب تو هر چی که تو بگی تا ته دنیا با تو میانیم مادمازلا یعنی چی؟ دلتو نگه کن هیز بدقواره آدم این کارو یعنی چی؟ چه یعنی چی؟ خب دوست دارم عوضی ساندر یعنی چی؟ دوست داره دیگه باشی یعنی بابا یعنی بابا بگیرش اگه گرگو نخورنه تا دو سه ساعت دیگه یکی بازت کنی مطمئن باش بیچه بشنیم بایستا دیگه مشکل شدی ها این ننازم سب با سب کنیم بدم کنیم برو خواهد سب نکن دیگه بابا لال برو خواهد
دخترم بپیش سمت راست. چشم. رسیدیم؟ همینجاست؟ بله، رسیدیم همینجاست. خب، الان من چیکار باید بکنم ننه؟ هیچی دیگه، خیلی به میشالله دست پنجات هم درد نکن. آره، رسیدیم اینجا. من برم، الان ماشین رو با شیشه، منظورم شیشه دودی هاشه ها، با این شیشه دودی ماشین رو نمیخوای من برم؟ ولی بد نیست به پلی آموزم، ولی تلسمی چیزی میده، حالا باید عوض میشه. نه ممنون، من لازم ندارم. من میرم، میرم میرم ها. خدا لعنت کنی که سایی تو رو به این روز انداختم. برو ساقی توست کن. چی شد؟ ببین پیرزنه یا واقعا اونا نیستن یا اینکه نقشه شون رو عوض کردن. چیه؟ چیه مرگی؟ گیر کرد، گیر کرده. بیا بابا کجا گیر کردی؟ زیر پتو گیر کرده بودم. خب حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم، فقط این که میدونم باید ببریم ماشین رو یه جا بذاریم و فلنگو ببریم. فقط شما پول دارین تو جیبتون؟ پول؟ تو پول داری؟ چی؟ پول داری؟ پول؟ نه نداری؟ منم ندارم. نه و درد، مرد نباید 2000 پول تو جیبش باشه؟ چی میگه؟ میگه تو نباید پول داشته باشی، ناسلامتی تو مردی. وای، فکر کنم اینا پلنشون عوض شده. پیرزنم یا خدا، پلن بی دارن. چی شد ننه؟ مادر جون ما رو برگردون و سجاده. این بنده خدا رفته روستای ملک‌آبا، کارش گیر افتاده، حالا نمیاد. میگم الان همه اینا میخوام برن پیش آمیز محمود. آره بنده خدا، همه از صبح سفیل سرگردونم. بعد این آمیز محمود پولکیه یا در راه خدا؟ پولکیه ماده کجا مجانه؟ الان یه زبون بند 500 تومن، یه حاملگی 700 تومن. درد بیدرمونه که مثل خواهر من باشه 15 میلیون 16 میلیون بالاترم میگیره. بله اینطوریه. نه من که داشتم دور میزدم به این فکر کردم که منم شفا لازم دارم. آخه بمیرم برات. برم این روستای بالا، تونستم آمیز محمود رو پیدا کنم که میارمش. اگه نتونستم پیدا کنم میام دنبال شما، شما رو میرسونم سر جاده. دعا کن مادر. خیلی میشن. من همین کارا رو در راه خدا میکنم. برم الان میام. خدا حاجت رو دیگه بگه. بریم حواست رو جمع کنیم، موقعی رد نکنی ها. ای بابا دارم میبینم دیگه، شما جلو تا ببین. کجا رفتم بابا؟ اینا مثلا معلوم نیست. بگیرم بگیرم. اینجا دیگه چه جاییه؟ بگیرم. بگی چر بگی چر. بیاین همینجاست. چی اینجاست؟
همون خونه که بهت گفتم از پشت بومش میپری تو حیاط. پری بر بپری بی خیال شو، دردسر میشه. دردسر نمیشه، میری یکم اراجیف بهشون میگی، بعد پولو میگیری میذاریم تو جیبمون فرار میکنیم. آخه ولی یه دفعه میبینی ولی درد، پول نداریم، چراغ بنزین روشنه، پول بنزین هم نداریم ما. خب پول داره دیگه، جهان پول رو به سلف بالا. پول نداره. پول تو جیبت بود دیگه، بیا بالا دیگه، بیا بالا. عزیز من جزیره همه رو هزینه کردم. اون همه پولو چی کارش کردی تو؟ خرجی پیرزنه کرد. هزینه شد. میگه بی خودی. ببین این جیبش قلمبه شده، این میت ببین تو جیبش نیست. آقا من دست, دست بزن ببین من چیه. من دست میت نمیزنم. آقا دست بزن با من. دست بزن با من. فکر میکنی چیه؟ نترس. چیه اون؟ برم یه جای خودم رو سبک کنم. سیگاره. سیگار؟ بی پدر سیگارم میکشیده؟ اون چیه؟ اون گوشیه. بده به من. گوشی بده به من. نه وایسا، وایسا یه چیز دیگه هم هست. چیه؟ پوله؟ نختندونه. نختندون نیست بابا، ایرپاد بده به من. آقا چرا من هرچی پیدا میکنم این میگیره؟ چون میدونم چیکار باید کنم. چی چی رو پدالتو به آقا بده؟ اجازه بده، بده به من. نه بده به من. نه عصبانی میشم، بده به من. عصبانی شو. نه نمیفهمم یعنی چی اون آقا اینه که برداشت، شما موبایل رو برداشتی، پس من چی؟ پس اون همه رفاقت کجا رفت؟ پس رفیق تورگی کجا رفت؟ این آقا داشتیم. آقا بده. از حالا که اینجوری شد آقا بده بده به من موبایل بده به من. باشه بابا بیا شلیک میکنم. بیا رفیقم حالیم نمیشه، برادر حالیم نمیشه. از اولم قرار رو بدم به تو، یه ایرپادم تو ماشین اونم میخواستم بدم به تو یاقی. خدایا خودت شاهد باش من نمیخواستم سر مردم کلا بذارم، ولی این خانم داره منو مجبور میکنه. چرا داری دروغ میگی؟ خدایا قربون شکلت بشم، حرف اینا رو باور نکن، اینا عادت دارن بندازن گردن اینون، خودشون هم پاین. چرا داری به خدا دروغ میگی؟ الان داری چیکار میکنی؟ میگم داری چیکار میکنی تو الان؟ هیچ، دارم میتو بو میکنم ببینم بو گرفته یا نه. میت بو گرفته؟ بوشو نمیفهمی تو؟ آقا بوی جورابشه، خودش بو نمیده. خب میت بمونه بوی جوراب میگیره، اینم نمیدونی تو؟ یعنی آقا کی میگه؟ تو از میت دیدی؟ من میت دیدم. شرط و پرت بو جوراب میده. آره عموی خدا بیامرز من مرده بود، 24 ساعت بعد ما رفتیم بالا سرش بوی جوراب میده. بابا بس کنین دیگه، جهانگیر بیا برو بپر همون کاری که بهت گفتم انجام بده، تو هم بشین بیا بریم. بیا برو این ناراحت میشه، بیا برو. آقا سرش به شامپو تخم مرغی میده. چیکار کنی؟ بیا اینو بگی. بیا این اصلا اینو بگی گوشی بده. برو بابا. برو. برو. راست میگم بو جوراب میده فقط. نه کتاب بزن کسی تو رو نشست. باشه دوستان. خانوما آقایون توجه کنن، آمیز محمود کارشون طول کشیده نمیتونن بیان، به جاش یکی از بهترین شاگرداشو فرستاد. آمیز محمود گفتن که ایشون بر خودشون خیلی برتری دارن. بفرمایید دوستان. فال میگیرم، فال پشه، شاید بشه شاید نشه. سلام استاد. سلام استاد. سلام استاد. سلام علیکم. رم میندازم رمل پشه، شاید بشه شاید نشه. سهر میندازم سهر پشه، شاید بشه شاید نشه. پای من و پای پشه، این در هم اکنون وا بشه. کار از ما بهتر اومد. یا الله بفرمی دست شما درد نکنه. خانم آقایون بفرمایین، بفرمایین داخل. استاد فقط به خاطر خلق الله اینجا، مگرنه خیلی کار دارم. بفرمایین داخل سریعتر، به نوبت بشینین تو حیات و کارتون را بیفته. بفرمایین استاد فقط به خاطر خلق الله اینجا. بفرمایین بفرمایین بفرمایید.
شما واسه چی اومدید اینجا؟ من واسه دوستم اومدم. بنده خدا شوهرش بهش خیانت کرده، شب و روز گریه میکنه. حالا آوردمش اینجا که طرفو پیدا کنه. اگه پیداش کنم با این دوتا دستم خفش میکنه. حالا به نظر شما این رمال چطوریه کارش؟ من تعریف خودشو کلی شنیده بودم، از راه دور پا شدم اومدم اینجا که مشکلمو حل کنه. حالا خودش که نیستش، شاگردشه. ان شاءالله که شاگردش هم مثل خودش خوب باشه. نمیدونم مشکل شما چیه. من یه مدت هر خواستگاری واسه من میاد بعد یه هفته میره، نمیدونم چرا. بهم گفتم واسم تلسپ زدن، اومدم ببینم حالا واقعا تلسپ زدن واسم. شما که مشکلت حل میشه. مرسی. ببینید مادر جان، شما این کاغذ رو با سه تا زاج آتش ندیده و پر خروس داخل یه پارچه میپیچید. این پارچه رو سنجاق میکنید به لباسی که میپوشن. این همیشه باید باهاشون باشه. چنانچه لباس رو عوض کردین، به محض اینکه عوض کردین اینو بچسبونید به اون، و باز عوض کردین بازم بچسبونید، و بازم عوض کردین، یعنی هیچ وقت همیشه باید باهاش باشه. بفرمایید. ملتفت شدی چی گفتم؟ بله دیگه خوب میشه ان شاءالله. بله خوب میشه، از اولش هم بهتر میشه، انگار تازه از کمپانی در اومده. دست فرق نمیکنه چپ و راست دست. نه فرقی نمیکنه. ممنونم. ایشون کی هستن؟ نترسید ایشون موکل بنده هستن. موکل دارین شما؟ نخیر. موکل باید داشته باشید. چرا ندارید موکل؟ من براتون میگیرم. ببخشید استاد. بله. نمیدونی الان هیته تخصصی من اجازه بدید من ورود کنم. تو مگه میدونی مشکل اینا چی؟ بله ایشون قشون هم دیگه. بعد موکلا از همه چی خبر دارن؟ بله. ملتفتین؟ بله. بفرمایید، خواهش میکنم. اجازه بدید من بفرمایید. یه نسخه ای براشون بپیچم. بفرمایید. ببینید قش ریشه در تنهایی داره، بی کسیه. باریکن ایشون تک افتاده، یعنی یکی میخواد همراه باشه. بله باریکن. جفت میخواد، یعنی یکی باشه که خدایی نکرده ایشون خواست پس فردا قش بکنه رو اون قش کنه. اصلا شاید ایستاده قش کرد، سرش به جایی نخوره. بگیرش. بله خودش. پر نظرت میخوام آقای این از همه میترسی جز من. نه اونم ریشه در تنهایی داره. بله اونم در تنهایی داره. بله اون تنهایی حل بشه همه چی حل بشه. به خاطر همین من نیاز میبینم که ما در آتیه نزدیک در آینده ما یک بار دیگه این عزیزان رو ببینیم. آخه چه شماره تلفن 910 بدید. آخه 910 رو روشن کنیم سریع پلیس ردیابی میکنه پیدا مون میکنه. 937 بده. 937 داره که من انداختم تو رودخونه بابا. یه تلفن شماره یه تلفن عمومی هم مونده بدید. من یه بار دیگه اینا رو ببینم. اینا از اونا نیستن که شما فکر میکنی. چی هم؟ پول نداره که. هیچ. نه بابا پول نداره. یک قرار توی چی بکنی. هیچ. شما صبح به صبح یه هستم نفنم بخوری کارت را میافت. پر بله؟ پر. خانم بفهمه اینم بفهمه. این نعلم اشانتیون برای شما. ممنون. دست شما درد نکنه. خیلی لطف کردیم. ممنونم. دفعه بعدی اومدین حتما یه موکل برای شما جور میکنم. بله حتما. نفر بعد. ببین قدرت، اونی که خال رو صورتش، اون نه دوستش، اون به شوهرش شک داره. بعد اونی که خال رو صورتش آورده که پیداش کنی ببینی کیه یارو. دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، مخصوصا اگر دوتا باشن. این دریوری ها چیه؟ خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه هم، مخصوصا اگر دوتا باشن. آه یعنی دوتاشون خال دارن؟ بله. لعنت بش، اون یکی صورتشون بر بود، اون یکی نیم روخشو ندیدم. اشکالی نداره. ببین اینی که من دارم بهت میگم خالش رو چونشه. خال مهرویان سیاه و دانه فلفل هم سیاه، مخصوصا اگر دوتا باشن و هر دوتا یه جا باشن.
شنونده باید عاقل باشه. لعنت به. چی میگی؟ نمیدونم. سه‌شنبه گذشته کجا بودی؟ گفتی میرم ناخن کار. جایی نبودم. ها نه رفتم بری کرج. من رفتم کرج. دروغ نمیگی. زنی که شراب کسافت. چه کاری که میگی؟ پاشو. پاشو. بی شرف. آره تو یه زنگ به سفتر بزن حواست باشو. الو آقا سفتر سلام. بوده چی؟ ما ماشین رو پیدا کردیم. ایشو ببین در رو ببین قفله. هوشنگ توشه. هوشنگ هم میگه افتاده این تو درم که قفله. آقا شما دستور چی میفرمی؟ باش باش. نه 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 خیالت راحت راحت باشه چشم. ما وای میسیم تا شما بیان. خداحافظ. چی میگه؟ میگه وای میسیم تا شما بیان. دیدی بازم ما دوتا؟ خدا رحمتش کنه. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرما بشین. چشم. باشه بر بپری بر بپری باشه. بله. خیلی خوش آمدی. ایمان. پول گم کردی؟ از کجا فهمیدی آقا؟ ما اطلاع داریم دیگه بالاخره کار ما همینه دیگه. زحمت کشید. چقدی هست؟ بچه توی سی چرسا جمع کردیم نه دوشه گذاشتیم بردن. همه رو بردن؟ بله قربان. چرا تو بانک نذاشتی؟ اعتماد به بانک نذاشتم. ویل و کلنگ میبینم، ببر و پلنگ میبینم، بالش پرپر شده، یه جای تنگ میبینم. بذار یه چیزی برات بنویسم. آقا اجازه هست؟ بس پالش ها بودید گذاشته بودیم لای پالش. لای بالش گذاشته؟ لای قرآن. الان گفتی تو تشک بوده که خود یه پیده مردوی حواست بلاخره گذاشته رو لای بالش. کجا میری؟ جان لای بالش گذاشتی؟ بله. خب دست ماز ما هم بده اینقدر پول برات پیدا کردیم. چشم خدا خیلی تو بده آقا زحمت کشیدی. میخواستم یه دعای بنویسم که نمینویسم دیگه. خیلی متشکرم زحمت. بابل شما نداره. چقدره؟ 150 تو. خدا بعد برکت باجزاتون. بیا پدر جان داری برمیگردی؟ پول داری برای برگشتت کرای ماشین؟ من بگم ندارم که شرمندم. یه کاریش بکن. بیا پیاده نرو. خدا عمرت رو بده. بیا اینم اشانتیان. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خدا حافظ. سلامت. آقا 50 سهم خودت بده. اینقدر هم زرت زرت جان مادرت این نعل اسبار نده به اینا برن اشانتیان. آقا جان این همه پول به ما داده یه تیکه کاغذ بهش بدیم؟ خب این پول باید حلال بشه. عزیز من نلست نمیفهمی چه درد سری داره در آوردنش. بالاخره هر کسی وظیفه‌ای داره دیگه. پول پیدا کردن به این راحتی ها نیست. آقا من اذیتم. منم اذیتم. میخوای شما بیا اینجا بشین من برم اون اسبره بگیرم نعلشو بکشم. آقا حالا من چرا نمیفهمم چرا متوجه نیستی حالا که به ما اعتماد کرده وقتی میگه به بانک اعتماد ندارم چرا پولاشو نیاره بذاره دست ماما براش نگهداری. الان داری میگی تو. چرا پری بگو به پری بگو نگرش داره. پری پری یه ور بپری اینم ارتباط برقرار نمیشه. آقا دو خط در میون اشانتیون بده تو رو قرآن نفر بعد. نده به همه نده به همه نده نفر بعد. ببین قدرت این دختره که اومد تو بختش بسته شده هر خواستگاری داره یه هفته میپره. باش کم بودا ولی باش. شما خواستگارت رفته؟ بله. چرا رفته؟ نمیدونم هر خواستگار میاد میره. ای بابا اجازه بده. آها این خوبه. افزایش خواستگار. خواستگار زیاد دارم. این بیشترش میکنه. این شما بگیر. یه دونه دیگه هم هست. آه نگهدارنده خواستگار.
اینو بهش میگن خواستگار سیور. این خیلی عالیه، ولی خب هزینه شما میره بالا. مشکل ندارم. مشکل مالی نداری؟ نه. خب اینو شما برمیداری توی آب جوش با نبات حل میکنی، دو روز میذاری اون آب بمونه تو لیوان. بعد که خوب حل شد میری جاهایی که پسرها هستن، دیوار دانشگاه، دیوار باشگاه بدنسازی، حالا هر جا میبری میریزی. بعد فرداش ببین چه خبر میشه. بیا بفرم. خب هزینه شما میره بالا. مشکل نداره. مشکل نداره. پس بذار یه دونه چیزم به شما بدم، یه تلسمان بدم به شما. آقا جهان، آقا موکل. بله. یه تلسم خواستگار سیبر داریم؟ نل. آره دیگه نل. آقا بذار یه جای سالم تو بدن ما، اون پدر ما رو در بردی تو. مشتری خاص دارم. کیه؟ بیا نگاه. یه کاری براش بکن. این مادیون کهره، اون نلش خوبه، اونو میرم الان نلشو میارم برش. آخ اون عالیه، اون خیلی خوبه، اگه بتونی بیاری. نه اونو میارم. دمت گرم، برو اونو بیاره. ها گرم. بیا. این عالیه، این عالیه. خدمت شما. مشتری بعدی. بذار منم بازی کنم دیگه. من چرا نمیدی بازی کنم؟ دیگه. اوه دیگه. بیا. سلام آقا. بیا. دفتر جون اینم ماشینت عشقم. خوبه تمیز برا. ماشین از شما گرفتم. از شما سلامت باشید. ماشین. خاطر خاکتون سرتون، هر چه بدبختی میکشم زیر سر شماست. چه ریختی شما؟ فرزش کوا. خفه خفه. اون آشغالی که جرأت کرده بودن جنس منو ببرن کجا؟ تو این خونه آقا. ما یه سرکی کشیدیم تو این خونه. شما یکم آروم‌تر باش، سکته نکنی. یه چند نفر رمال و جادوگر و نمیدونم همچی فالگیر و اینا مشکوکن تو این خونه. شما دستور بدی من میرم بالای دیوار در انبار وا میکنم میریم تو. کی تو میری بالا؟ خفه. خلیل و جلیل و شکور انجا برم بالا. شما با من بیاید. آقا یه اصله ما نمیدید. نه بزن بیا دیگه. که این لاج شدی با پیران گلی. به همه پیران هر دیگه هم 300 دلار داد. بده من. اون نداد، من ازش گرفتم. من میگم فقط این پولا رو سریع جدا کنید. بشموریم بریم. آمیز محمود بیا لو رفتیم. آقا من میگم تهرون بی خیال. میریم یه بلای سر آمیز محمود میاریم، همینجا میمونیم. بابا خدا بده برکت، دکتر جماعت اینجوری پول در نمیاره. من خودم مطب دارم تهران، صبح تا شب کار میکنم، اینقدر نمیتونم پول در بیارم. بمونیم همینجا. مطب داری شما؟ بله. آره جون همت. ماشالله کسر. آره خودشون هم نان ماده عقضی هم چی بود؟ گو 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 چی چیو گو 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 چیه؟ بیل کلنگی ها اومدن. بیل کلنگی ها کی هم؟ دار دست قاچاقچی ها، صاحب ماشین ها. پاشو 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 جمع کن جمع کن جمع کن. اینا رو از کجا پیدا کردم؟ بریزیم. اینقدر حواسم اون جمع کار شد چشم اون خور شد. آقا دوزه کجا با این عجله؟ آقا مخلص شما خیلی خوش آمدید. عرض میکنم الان خدمتون. ببین اصلی ها داخل هم. بعد من الان دو تا دندونای بالام روکشه، این فشاری که دارید میده احتمال کندت شد. مثلا فکر کنم پیش موتورید هستید. غذا سفارش دارید چقدر شده؟
کی هستی؟ اینجا کجاست؟ اومد چی کار داری؟ تو چرا جوراباتو نمیشوری؟ کی جوراباتو نشد؟ تو؟ تو چی کار داری با من؟ من تو رو زنده کردم. لب کردی؟ آره لب کردی. جلیل جلیل این کیه؟ آقا هوشنگ زنده شد. من کردم، من زندهش کردم. آقا صفده زنده شد. جم نخور، تکون بخوری بیچارت میکنم. اینو من زنده کردم، شما تکون بخوری تبدیل به سنگت میکنم. برحب استاد دست مریضا، پرچممون رو بردید بالا. اگر استاد به ظاهر داشتن این ساعت از دست شما ها فرار میکردن، فقط به واسطه این بود که قدرت واقعیشون رو از شما ها پنهان کنن. استاد از سر انسانیت با شما ها هیچ برخوردی نکردن، وگرنه در لحظه میتونستن همه تون رو نیست کنن. جهان خواهش میکنم لو نده، بذار من ناشناس بمونم. راست میگه استاد، قدرت عجیب غریبی دارن. همونطور که الان دوستتون رو زنده کردن، همین لحظه میتونن کاری بکنن یاد و نام شما به خاطره ها پیوند بخوره. خفه شو وحشی. استاد ببخشید. نگو. این که خیلی زرت و پرت میکنه رو میشه تبدیل به کرگدنی فیلی چیزی بفرمایید؟ نگو. خواهش میکنم بذارید قدرت واقعی شما نمود پیدا کنه استاد. پس حداقل اون پشمالوه در جوار خودتون رو تبدیل به یه پادری نمدی چیزی میفرمایید. خفه شو استاد. این خیکیه رو، اینو یه بشکه چیزی میکنید. حداقل این آبیه رو خرچ و سونش کنید. گفتم خفه شو. استاد اون کوچیک که بغل دستتون از یه عروسک هست زیر آینه آویزون کن، بوگیر مسترا ازش در بیارید. این که خوراک بوگیره، بوگیرش میکنم، شغال و کفتار میکنم، گرگ بیابون میکنم، دمپای ابری میکنم، درخت میکنم. بابا بسته دیگه. برای چی واستادی؟ بگیریدشون. من یه عروسک رو لازم دارم. آقا دست نکنید. دست بالا، دست بالا. دست بالا. دست بالا. دست بالا. دست بالا. فقط خدا میرم. خدا میرم. سفتر خان اومدن. سلام خانوم. خانوم دیر کردین ها؟ حالا که اینجاییم. ببینم قضیه واقعیه؟ واقعیه واقعی. سلام خانم. سلام هوشنگی. یه چرخ بزن ببینم خودتی، زنده ای؟ بیا بابا جرم. جمع کن خودتو. گفتم یه چرخ بزن، نگفتم ریز بیای برامون که. میخواستم مطمئن تر شی خانم. پس کار درستی؟ این نیست خانم. اونه؟ اینم نیه، برو کنار. اینه. بیا پایین بینم. بیا پایین. فال میگیرم، فال پشه. شاید بشه، شاید نشه. رم میندازم، رمل پشه. شاید بشه، شاید نشه. مرده رو زنده میکنم. شاید بشه، شاید نشه. اینه؟ اینکه ارزه نداره خودش رو جمع و جور کنه، اون وقت مرده رو زنده کرده. شاهد این بهتر میخواستی خانوم؟ خانوم فقط به فکر دلارا باش، هوای ما هم داشته باش. هوای ما هم داشته باش انشاءالله. اگه اینجوری پس چرا آواره دشت و بیابون بودن؟ فضولیش به تو نیومده. تو مرده رو زنده تحویل گرفتی، الانم میدونم به استاد احتیاج داری، پس الکی اینجا معطلمون نکن. با هم مهربان باشیم. این دوتا اضافن، اون یکی رو به خودمون میبریم. نه نه استاد بفرمایید، کار آقا. کار تیمیه. تشنمه. استاد خواهش میکنم. من رو با شما کنم. استاد بگید چه کار تیمی هستیم. ما همه با هم باید باشیم. کار تیمیه. ما که نمیشتیم. قدرت جان. قدرت قدرت تمن اینها هستن. 50% قدرت من اینها هستن. اینها نباشن مندل هیچه، پوچه، پلتوچه، پمپوچه، تنتوچه. باور کنید واقعا. راست میگه خانم،
من شاهدم. شاهد از غیب رسید. این دوتا رو هم میبریم. آقا آقا یه دقیقه واسه، یه دقیقه واسه. همه هنگ من سوار کدوم ماشین بشم؟ چپ خریه این بابا. با هم مهربان باشی. آخه برای من فقط درخواست آب.